وقتی رسیدیم رواندا ما رو بردن یه جایی اسمشو گذاشته بودن اکادمی، شبیه یه پادگان نظامی بود. اکادمی توی منطقه بود، منطقه نظامی سربازی رواندا بود. پلیسای رواندا اونجا بودن، ارتش رواندا اونجا بود. دو تا بیست و بازرسی میخورد، بعد به اکادمی میرسید. این بار تمرین کاملا عملی بود. یک ماکت از مرکز صنعتی اصفهان بر اساس نقشه ماهواره‌ای ساخته شد. روبروی آکادمی سوله ساخته بودن، مثل کارخونه که قرار بود روش بمب‌گذاری انجام بدیم. میخواستم در رو باز کنم، گفت الان خیلی زوده نمیتونیم. بعد از ظهر کامل تا غروب توضیح دادن که این چی هست، این عکسشه، این فیلمشه و این شبیه سازی است. صبحش ما رو بردن داخل کارخونه که ببینیم چی داخل اون کارخونه است که ما با اون آشنا بشیم. دقیقاً مثل اون ساخته بودن، دستگاه‌های داخلش رو هم اندازه اون، توالت ها، جای نگهبانی، همه چیز رو مثل اون ساخته بودن. اندازه خیابونش مثلا جادهش چقدر بند بود، اونجا همون بود. اندازه کارخونه چقدر بود، اونجا هم طبق اندازه کارخونه به متراژ کارخونه ایران اونا رو شبیه سازی کرده بودن. این چهار تروریست هر روز بارها و جمعاً بیش از 70 بار در این ماکت عملیات اصلی را تمرین می کردند. اونا گفتن به ما شما انقدر تمرین میکنید در این کارخونه که خیلی براتون راحت بشه. ابتدا تروریست ها باید آژیر خطر کارخانه را تحت کنترل در می آوردند و سپس راه های ورود و خروج به کارخانه را کاملا کنترل می کردند. بخشی از این مرحله نیازمند تجهیزاتی الکترونیکی داشت که می توانست آژیر و درهای اتوماتیک را تحت کنترل در آورد. من آموزش اینو دیده بودم که وقتی مرحله اول می رسیم جلوی در کارخانه، یه سیستمی بود آژیر کارخانه رو کنترل میکرد و نمیذاشت صداش در بیاد و هشدارایی که باید برای صاحب کارخانه میرفت از طریق آژیر به این دستگاه میومد. این دستگاه که اینجا میبینید به ظاهر یک پاور بانکه، ولی در اصل یه دوربینه که اینجا هم لنزشه و میتونی دوربرتو با این کنترل کنی. این از طریق این موبایل با هم ربط میشن از طریق وای فای. اینجا میتونی درش رو برمیداری و توی موبایل آیدی و پسوردش رو پیدا میکنی و اینجوری با هم رفت میشه. اینا رو میذاشتیم روی دیوار کارخونه و از طریق این موبایل میتونستیم ببینیم که کسی میاد یا کسی میره. از قبل 8 نقطه اصلی در کارخانه برای جاسازی 8 بمب بزرگ مشخص شده بود. این 8 بمب از یک تکنولوژی کاملا جدید و ناآشنا استفاده می کرد که با وجود اندازه نسبتا معمول و قابل جاسازی می توانست انفجاری چند برابر حد طبیعی ایجاد کرده و کل کارخانه و محیط اطراف را در یک چشم هم زدن از روی زمین محو کند. آموزش بمب‌گذاری بود روی دستگاه‌های کارخانه برای نابودی کل دستگاه. اونجا یه بمب داشتیم که داخل باتری بود، بهش میگفتیم ترمینال. هر سه تا کابل از این وصل میکردیم و یه کابل هم داشتیم تقریبا 50 متری از طرف فیوز میومد و وصل میشد به این ترمینال و همشون اینجوری به هم ربط میشدن. سمت فیوز دو تا پین داشت، دو تا پینو میکشیدی بالا، یه چرخ میزدی، دو تا چراغ سبز روشن میشد و چشمک میزد. بعد اینم کلن پیما پیچ میشدن، کلن همشونو باز میکردی تا آخر که باز میشد و این دوتا پیمو وقتی در میآوردی دیگه بمب مسلح بود. از چند بمب کوچک آهن ربایی هم برای امهای وسایل و تجهیزات الکترونیکی پیش از مرحله فرار استفاده میشد. البته بعد از عملیات تجهیزات باقی مانده را هم با یک اسپری خاص نابود می کردن که روی اسناد و ابزارها افشانده می شد و این وسایل را به شکل یک توده بیشکل و خمیر مانند در می آورد تا ردی از تکنولوژی به کار رفته در این عملیات به جا نماند. تمومی شد، فوم و دبه داشتیم، اسلحه ها و گوشی ها رو داخل دبه می ریختیم و فوم می ریختیم و پرتش می کرد. وفای گالونی بهش داده بود، این گالون رو با چاقو پاره می کرد و سایل رو کلن می ریخت توش و روی اینا فوم می ریخت و می زاشت داخل یه نایلون اشغالی و یه نقطه ای که مشخص کرده بودن توی مپس می برامون به اون نقطه که می رسیدیم اونو پرت می کردیم. بالاخره این مرحله از تمرینات بعد از یک ماه به پایان رسید. چهار تروریست به اقلیم کردستان برمیگردند تا منتظر خبر جدید بمانند. در همین مدت است که دیوید بارنیا به طور رسمی جایگزین یوسی کوهن در موساد می شود.
بارنعا در سال 96 میلادی به موساد پیوسته و فرماندهی واحدهای عملیاتی رو در داخل و خارج کشور بر عهده داشته. گفته میشه اون در حال حاضر یکی از مجربترین مسئولان موساد و متخصص مبارزه با گروه‌های حامی حکومت ایران به ویژه حزب الله لبنان. بارنعا در قدم اول فرشاد مسئول مستقیم تیم عملیاتی را کنار می‌گذارد و بهراد افسر اطلاعاتی نزدیک به خود را مأمور مستقیم این عملیات می‌کند. بعد از یه سال و نیم تقریبا زیادتر گفتن که فرشاد عوض شده و به یک کسی به اسم بهراد اومده جاش. ما رو صدا زد داخل اپارتمان امن سلیمانی و اونجا ما با کسی که مسئول تیم من شده بود عوامل اسرائیلی به اسم بهراد اونجا صحبت کردیم. در بهار 1401 نیز برای آخرین بار به تانزانیا یکی دیگر از کشورهای آفریقایی رفتند تا آخرین آموزش ها را انجام دهند. در آنجا بود که متوجه حضور یک مهمان ویژه شدند، مهمانی که در واقع میزبان اصلی این چهار نفر بود، دیوید بارنعا. دیوید بارنعا که به تازگی به ریاست موساد رسیده بود حالا شخصا به آن پایگاه آموزشی آمده بود تا با صحبتهایش به تروریست ها روحیه داده و آنان را به موفقیت عملیات دلگرم کند. بارنعا کاملا امیدوار بود که در اولین عملیاتش علیه ایران که اسمش را عملیات بزرگ گذاشته بود به یک موفقیت بزرگ هم میرسد. در این دوره نقشه‌ها بنا به آخرین تغییرات در محل انجام عملیات دچار تحولاتی شده بود. دوره بیشتر یادآوری بود و یه چیزی هم تغییر داده بودن. مثلا قرار بود سری اول با یه ماشین برن تو کارخانه، این بار با دو ماشین قرار بود برن. یه تغییر این بار تو روش کنترل و بمب و منفجر کردنش ایجاد کرده بودن. دفعه قبلی این بود که پیما رو میکشیدی و میچرخوندی و خودش اوتوماتیک وار اون تایمی که بهش داده بودن مثلا 3 ساعت 4 ساعت بعد اون منفجر بشه. این بار این سیستم جدید آوردن و گفتن که به وسیله یه باتری و یه راوتر میکروتیک کوچیکو با یه گوشی سامسونگ از طریق اینترنت ما میتونیم اینو کنترل کنیم. دیگه هر زمانی بخوایم تایمر فیوز زیاد کنیم، کمش کنیم یا آن واحد منفجر کنیم میتونیم کنترل داشته باشیم. همزمان افسران موساد با فردی به نام آزاد در اقلیم کردستان و فردی به نام امید در غرب ایران هماهنگی‌های لازم را انجام دادند. آزاد این چهار تروریست را باید به مرز برساند. کولبرهای ناآگاه همیشه از سوی سردسته‌های آگاه خود مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. این سوء استفاده بیشتر از سوی سرکردگان قاچاقچی که کولبرها را هدایت می‌کنند انجام می‌گیرد. یکی از سوء استفاده‌های رایج از کولبرها قاچاق کالاهای غیرقانونی مانند قاچاق سلاح یا تجهیزات بمب است که برای تروریست‌ها و گروه‌های خلافکار در داخل ایران کاربرد زیادی دارد. اما گاه به جای تسلیحات برای تروریست ها این خود تروریست ها هستند که با راهنمایی کولبرها وارد ایران می شوند. این بار نیز در مرز کولبری به نام آزاد این چهار تروریست را در بین کولبرهای دیگر از پیچ و خم کوهستان به ایران رساند. به هر یک از این چهار نفر وسایل شخصی نیز تحویل داده شد. برای این افراد کارت ملی جعلی طوری جعل شده بود که در صورت استعلام اطلاعات آن شبیه به اطلاعات شهروندان واقعی تایید می شد و هیچ کس به جعلی بودن آن شک نمی کرد. برای تکمیل مدارک کارت بانکی جعلی هم در میان تجهیزات وجود داشت که اگر ماموران امنیتی در هنگام شک کردن به هویت افراد مدارک آنان را بررسی کنند با دیدن کارت بانکی از هویت آنان مطمئن شوند. کوچکترین جزئیات ایمنی در این عملیات بررسی و برایش طراحی شده بود. تمام این وسایل همراه با خود تروریست ها در اختیار آزاد قرار گرفته بود تا آنان را از مرز عبور دهد، طوری که به زعم خودشان از دید نیروهای مرزبانی ایران پنهان بماند. آزاد در سمت عراقی مرز زیر نظر سرکرده‌ای به نام سعید بود و از سوی مرز ایران زیر نظر سرکرده دیگری به اسم امید قرار داشت. آزاد تروریست ها و تجهیزات آنان را در این طرف مرز و در یک نقطه امن به امید تحویل داد و امید نیز آنان را به خانه امنی منتقل کرد.
صبح روز بعد مطابق فرمان ماموران موساد این 4 نفر به 2 گروه 2 نفره تقسیم شدند. گروه اول به طور مستقیم وارد اصفهان شد، اما گروه دوم در همدان و ساوه چند ساعت توقف کردند و سپس راهی اصفهان شدند. تیم اول دوباره مثل اول بود، محسن و محمد اول می رفتن و تیم دوم من و وفا. توی همدان 4 تا نقطه گذاشته بودن که ما باید با پا اونا رو میگشتیم و حفظ میکردیم که اگه از اون راه برگشتیم بدونیم کجا وای میسیم، و بعد از اون باید به سمت ساوه میرفتیم. 2 تا نقطه دیگه اونجا بود، اونا رو میگشتیم. با انجام این ماموریت ها بالاخره گروه دوم هم از همدان راهی اصفهان شد تا مرحله بعدی عملیات آغاز شود. حالا پشتیبان های عملیات باید یکی یکی ظاهر میشدند. اولین پشتیبان فردی بود که تحت پوشش اجاره خانه برای جهانگردان خارجی یک خانه را برای آنها اجاره کرده و کلید را پشت پلاک گذاشته بود. یه مکانی که خونه امن ما توی اصفهان اونجا بود و روی سیستم ویندوز قرمز برای ما فرستاده بودن و ما اونو گذاشته بودیم داخل سامسونگ و طبق اون مسیریابی کردیم تا اینکه رسیدیم به خونه. این 4 نفر در خانه مستقر شدند و حالا باید در یکی از پارکینگ های اصفهان به کمک پشتیبان بعدی 2 خودرو برای تردد تحویل می گرفتند. در واقع پشتیبان مأمور شده بود تا به اسم خودش ماشین ها را خریداری کرده و در اصفهان تحویل تروریست ها بدهد. کار خرید و فروش ماشین انجام میدم تهران. توی بهمن 1400 یه پیامی توی واتساپ به من داده شد با یه سرشماره خارجی که برای کشور پرتغال بود. به من گفتن که میخواییم برای ما توی تهران کار خرید ماشین انجام بدی به صورت نیابتی. تو صحبتهایی که میکردیم گفتم کارتون چیه؟ کجا هستید؟ گفت من تو کشور پرتغالم. اونجا یه شرکت داریم، دستگاه‌های حفاری میخریم، میخواییم بیاییم ایران کارمون رو توی ایران ادامه بدیم. ماشین رو خریدیم و وکالت رو به اسمشون زدیم و ایشون به من گفت که عکس طول و عرض اتاق رو برای من بفرست. گفتم برای چی میخواید؟ گفت میخوام چون بار داخلش میذاری، این بارمون ارتفاعش بالاست، من یه چیزی طراحی کنم برای پشت این بسازی که ما بتونیم بارامون رو بذاریم توش رو شادر بکشیم. به همون گفتن ساعت 9 صبح بریم پارکینگ مشکات و اونجا از یه میسم نامی یه خودروی کارا و یه خودروی پرشیه رو تحویل بگیرید. فقط تحویل بگیرید، پول و اینا همه پرداخت شده. بعد از تحویل خانه و ماشین حالا باید تلفن‌های همراه را هم تحویل می‌گرفتند. آنان برای هر کاری از یک تلفن جداگانه استفاده می‌کردند. روی یکی از این وبسایت‌ها که فریلنس مپ هستش، یه دفعه یه شغلی رو دیدم که به نظرم شغل تحقیقاتی اومد و فکر کردم میتونم انجامش بدم و رزومه‌مو براشون ارسال کردم. اونها با من تماس گرفتن، گفتن که رزومه‌ام مورد قبول واقع شده و اینکه بعد دوباره با من تماس می‌گیرن. پس از پایان دوره بازخوردگیری، این زوج باید تلفن‌ها را به یک نفر در اصفهان تحویل می‌دادند که در واقع یکی از 4 عضو گروه تروریستی بود. یه روز به من گفتش که همسر دوستش الان تو این فاصله ایرانه، مثلا فلان روز فلان جاست و سعی کن گوشی‌ها رو به دستش برسونید. بعد اینکه ماشینا رو تحویل گرفته بودیم، فکر کنم روز بعدش بود که یه دستورالعمل اومد. یه تاکسی از تهران میاد، تاکسی سمند زرد رنگ با شماره پلاک تهران. اون با یک زن حرف میزد، بهش میگفت خانم مهندس. خانم مهندس با من حرف زد و فکر میکنم با اونا هم حرف زد و تایید رو گرفتن که تلفن ها رو تحویل من بدن و من تلفن ها رو تحویل گرفتم. این گوشی هایی که تحویل گرفتم از آقای بی نرم افزاری مثل واتساپ و اینا داخلش نصب بودن که بتونیم صحبت کنیم، سیم کارت هم داخلشون بود و اون تلفن ها برای شب عملیات بود، یعنی در خونه نباید از آنها استفاده میشد. هیچ یک از این 3 گروه، یعنی کسانی که خانه، خودرو و تلفن‌ها را فراهم کرده بودند، از ارتباط این افراد با موساد خبر نداشتند، اما به طمع پول حاضر شده بودند دست به کارهایی غیرعادی بزنند. اما پشتیبان بعدی کاملا با افسران موساد هماهنگ بود. راننده نیسانی که پیشاپیش خانواده خود را از کشور خارج کرده و برای روز عملیات بلیط پرواز خارجی گرفته بود، از یکی از شهرهای کوچک استان اصفهان تعدادی مبل، 2 اسپیکر بزرگ و چند ساک ابزار را به یکی از مناطق اصفهان می‌رساند. اون سایپایی که سایپای آبی رنگی که از تهران، پلاکش از تهران بود و دسته جوان بود،
وسایل رو آورد. از اونجا منتظر می شدن با یه علامتی که یه حول روی آینه ماشین باشه که نفر خودش و نفر دیگه اونا به اسم مستر ای تمام وسایل تجهیزاتی مثل 5 تا مبل بود که توی همشون بمب بود و کابلای انفجاری و فتیلای انفجاری و یه دستگیره داشت که فتیله مواد منفجره بهش وصل می شد. این دستگیره می اومد از بالا و داخل این قسمت پلاستیکی قرار می گرفت. داخل ساک‌های ابزار یک دستگاه چکاننده ماهواره بمب هم وجود داشت. برنامه اصلی این بود که این افراد فقط بمب‌ها را کارگزاری کرده و سپس این بمب‌ها به وسیله ماهواره فعال شوند. داخل اسپیکرهای تحویل شدن تعدادی کلت گلک با شماره سریال مخدوش و صدا خفه کن پنهان شده بود. وسایل به ما تحویل داد و اونا به ما گفته بودن که یه شارژر کامپیوتر، یه مقدار آثار که نمیدونم برای چی بود و یه عروسک که داخلش جی پی اس به اون بدیم. ما اون وسایل رو به این راننده سایپا دادیم و ما قبل از اون پارک رو ترک کردیم. تا اینجای کار همه چیز بی نقص و طبق نقشه پیش رفته بود. هر 4 نفر در نقطه مورد نظر مستقر شده و بمب‌ها را هم دریافت کرده بودند. تنها یک مرحله از کار مانده بود و آن جاگذاری بمب‌ها در داخل مرکز حساس صنعتی بود. دیوید بارنیا رئیس موساد از نزدیک تحولات را بررسی می کرد. جاسوسان موساد حتی روی تیتر خبر عملیات بزرگ در ایران کار می کردند تا رسانه‌های جهان این خبر را به نقل از منابع آگاه منتشر کنند. وقت شروع عملیات بزرگ رسیده بود. روی دستگاه ویندوز قرمز برای 4 تروریست مستقر در اصفهان دستور آغاز عملیات را در 2 گروه جداگانه صادر کردند. با صدور این فرمان حافظان امنیت در ایران حالا باید اقدام به دستگیری می کردند. بقیه اعضای تیم‌های پشتیبانی که در تهیه تجهیزات کمک رسانده بودند نیز یکی پس از دیگری بازداشت شدند. در تمام این مدت سهیونیست ها متحیر مانده بودند که چه اتفاقی افتاده است، از کجا ضربه خوردند. در راهروهای موساد همه با شک و تردید به یکدیگر نگاه می کردند. زلزله در ارکان موساد آغاز شده بود. همه می دانستند معنای این ضربه چیست. بلافاصله پس از ضربه دیوید بارنیا رئیس موساد که به جای افتخار یک لکه ننگ در کارنامه آغاز کارش به جا گذاشته بود، رئیس میز ایران در موساد را که 5 سال در مقامش بود برکنار کرد. رسانه‌های غربی تا 3 هفته خبر برکناری‌ها در موساد را پنهان نگه داشتند تا بالاخره این خبر را به شکل خبر انتصاب اولین رئیس زن میز ایران در موساد پخش کنند. با شکست عملیات بزرگ موساد، وزارت اطلاعات در 2 بیانیه ماجرا را برای شهروندان ایرانی روشن کرد. وزارت اطلاعات از دستگیری شبکه‌ای از سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در کشور خبر داد. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که از طریق یکی از کشورهای همسایه با عوامل سازمان جاسوسی تروریستی موساد در ارتباط بوده و از اقلیم کردستان وارد کشور شده بودند، در عملیات چند مرحله‌ای و پیشدستانه سربازان گمنام امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف به دام افتادند. بلافاصله بی بی سی فارسی، ایران اینترنشنال و سایر رسانه‌ها دست به کار شدند تا خبر پیروزی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را محو کنند. ببینید همونطور که اطلاعیه دبیرخانه
کمیته مرکزی حزب ما به روشنی گفته این اتهامات بی اساسه و ادعاهایی است مثل بقیه ادعاهای دروغین جمهوری اسلامی. ما قویاً این رو تکذیب کردیم. با وجود سابقه دور و دراز مزدوری کمونه برای صهیونیست ها، عبدالله مهتدی سرکرده این گروهک در مصاحبه با ایران اینترنشنال هر نوع ارتباط بین کمونه و موساد را کتمان می کرد. گفتیم که شما چرا به ما توضیح ندادید این سازمان چی هست؟ چون به ما دروغ گفته بودن. گفت می دونستیم اگر از اول قبول می گفتیم قبول نمی کردیم. گفتیم خود چرا داری با ما بازی می کنید؟ گفت ما آینده شما رو می خواهیم، ما هدفای بزرگی برای شما داریم، شما می دونید برای کمله مثل یک گنجینه باشید. تو همه تمرین ها و آموزش هایی که ما می رفتیم آفریقا، یه نماینده از کمله همیشه توی تمرین ها و ملاقات هایی که با موساد داشتیم شرکت داشته. جاسوسان موساد ابتدا این تصور را می کردند که عملیات بزرگ اگر شکست بخورد به خاطر اشتباه میدانی تروریست ها خواهد بود. اما سوالهایی که در موساد بی جواب ماند این بود که آیا این عملیات و همه افسران درگیر آن از همان لحظه شروع در تور اشراف اطلاعاتی ایران قرار داشتند؟ آیا تروریست ها در تمام مدتی که در منزل امن خودشان در اصفهان بودند باز هم زیر نظر سربازان گمنام رصد می شدند؟ و یا در تمام مدتی که تروریست ها در خیابان های اصفهان مطابق دستورالعمل های افسران موساد با تغییر قیافه راه می رفتند، آیا دوربین های امنیتی ایران آنان را زیر نظر گرفته بودند؟ زعلم شلی و تشلیخوت شلی اولای گم شلخه. اما افتضاح بزرگتر برای صهیونیست ها این بود که در جریان همین عملیات بخش بزرگی از شبکه جاسوسی موساد در منطقه برای سازمان های اطلاعاتی ایران آشکار شد. برای همین بود که دیوید بارنیا بعد از شکست عملیات بزرگ تمام میز ایران در موساد را کنار گذاشت، چون رژیم اشغالگر قدس دیگر نمیتوانست نسبت به سلامت امنیتی هیچ یک از کارکنان این میز مطمئن باشد. حتی این احتمال هم میرفت که خود بهراد یا یکی از افسران نزدیک به او در پوشش فرمانده عملیات از منابع اطلاعاتی ایرانی ها بوده باشد. با شکست بزرگ، رخنه کردن ترس و وحشت در عمق موساد فقط به میز ایران محدود نماند. هراس بزرگتر اما از آن کلیت رژیم صهیونیستی است که با این میزان از نفوذ ایران در عمق موساد نمیتواند از آینده موجودیت خود مطمئن باشد. و این همان عملیات بزرگی است که سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با لطف خداوند و توسل به خاندان عصمت و طهارت توانستند در عمق موساد اجرا کنند.